تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل. ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل، این امنیت رو برای خودت فراهم کنی، یا دیگری برای تو فراهم کنه، یا تو برای دیگری فراهم کنی، که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی، امتیازاتش که داری. میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی. ولی چجوری میتونی با یه آدم دیگه این کارو بکنی؟ آره خیلی امتیاز داره واقعا. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. من همش در یه تعریف میگم، من در تنهایی، هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست، میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه، و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم. و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو ایشای به دست میاره مسلمه، ولی خیلی چیزا رو ما دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه. من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتر میدونم، که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم. و میدونی چقدر شانسه، یکیش. و مهمتر از اون، در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم دیگه نداریم. اونجاست که باز میگم من خودمم.